طالبان در هفته گذشته ایران حدود 6000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. طالبان کار روی طرح بازگشایی مکاتب دختران جریان دارد. بانک مرکزی افغانستان محدودیت بر پرداخت معاشات مامورین را لغو کرد. امشب طالبان خاک اندراب را به دیگر روی می کنند. مشروع خبرها، گزارش از صدای امریکا. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گویند که در هفته گذشته دولت ایران 5874 مهاجر افغان را به گونه اجباری از این کشور اخراج کرده است. در این مدت همچنین بیش از 1807 نفر به شمول خانواده ها به گونه داوطلبانه به کشورشان برگشتند. وزارت امور مهاجرین ناوقت روز چهارشنبه 13 اپریل گزارش داد که تنها روز گذشته 1939 پناهجوی افغان از مرز نیمروز وارد خاک افغانستان شدند که از این میان بیش از 1500 تن آنان به گونه اجباری اخراج شدند. با گفته این وزارت به تاریخ 20 و 21 اپریل نیز 3303 مهاجر افغان داوطلبانه و جبرن به افغانستان بازگردانده شدند که از این میان 2412 نفر به شمول زنان و کودکان جبرن به افغانستان برگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان همچنین گزارش داده است که دولت ایران به تاریخ 18 حمل 1927 شهروند افغان را از آن کشور اخراج کرده است. در این روز 507 مهاجر به شمول زنان و کودکان داوطلبانه به وطن خود برگشته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هفته گذشته گفته بود که در یک ماه گذشته 22340 مهاجر افغان عمدتاً به زور از ایران به افغانستان برگردانده شدند. آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان در خصوص عودت مهاجران افغان از ایران نشان می‌دهد که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران شدت گرفته است. طالبان کار روی طرح بازگشایی مکاتب دختران جریان دارد. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که این گروه به تمام حقوق افغانها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران به شمول حق آموزش متحد است و تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. عزیز احمد رویان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه 14 اپریل با فرستادن یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان وجیبه ملی و شرعی خود می‌داند تا محیط مسئول آموزشی را برای زنان و دختران فراهم کند. طالبان برخلاف تعهداتشان به تاریخ 3 اپریل روز نخست سال تعلیمی جدید یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. با آنکه حدود 8 ماه از حاکمیت این گروه در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون دروازه‌های مکاتب را برای دانش آموزان و دختر باز نکردند. آقای رویان در نشستی که به گونه مجازی زیر نام جرگه پاک افغان برگزار شده بود افزود، امارت اسلامی با جدیت کار میکند که با رعایت اساسات دین مقدس اسلام و اقتضای فرهنگی افغانی برای آغاز تعلیم دختران از صنف 7 تا 12 یک مکانیزم طرح و به عمل پیاده سازیم که در این راستا تا حدود پیشرفتانی صورت گرفته است. بانک مرکزی افغانستان محدودیت بر پرداخت معاشات مامورین را لغو کرد. بانک مرکزی افغانستان از لغو محدودیت‌های بانکی بر پرداخت معاشات مامورین دولتی و کارمندان غیر دولتی در این کشور خبر داد. محمد صابر مومند، سخنگوی این بانک، روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که پس از این تمام کارمندان دولتی و غیر دولتی می‌توانند بدون محدودیت معاشاتشان را از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. آقای مومن افزود بانک مرکزی افغانستان طبق پلان استراتژیک بازسازی سکتور مالی و بانکی و با در نظر داشت امکانات محدودیت موجود بر معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی را لغو نمود. آقای مومن گفت که به تمام بانک‌های خصوصی و دولتی دستور داده شده است که پس از این حقوق کارمندان را بدون تأخیر تادیه کنند. او همچنین اضافه کرد که بانک مرکزی افغانستان متحد است که ثبات نظام بانکی را در این کشور تامین کرده و تسهیلات بیشتر را در این بخش برای مردم فراهم کند. طالبان به تاریخ 15 اگست 24 اسد بر افغانستان مسلط شدند. با آنکه نزدیک به 8 ماه از تسلط این گروه می‌گذرد، تاکنون معاملات پولی و به ویژه مشکلات بانکی در این کشور به حالت عادی خود برنگشته است. طالبان پیش از این به بانک‌های خصوصی دستور داده بودند که هفته 30000 افغانی معادل 400 دلار به مشتریانشان پرداخت کرده و از دادن پول بیشتر به آنان خودداری کنند. با این اقدام مامورین دولتی نیز تاکنون به معاشاتشان به گونه کامل دسترسی نداشتند.
بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: سراج‌الدین حقانی و ملا فاضل دیروز توسط دو چرخبال برای حل اختلافات طالبان به اندراب رفته بودند. حقانی پس از یک ساعت به کابل برگشته، اما ملا فاضل توسط موتر به سایر بخش‌های بغلان برای هماهنگی بیشتر در صفوف طالبان سفر کرده بود. اندراب در روزهای آینده گواه جنگ‌های شدیدتر خواهد بود. تداوم مهاجرت افغانستانی ها، بررسی 5 عامل کلیدی. گزارش از روزنامه 8 صبح کابل. افغانستان در 4 دهه اخیر بزرگترین بحران مهاجرت را در جهان تجربه کرده است. در این مدت میلیون ها افغانستانی محل اصلی زندگی خیش را ترک کرده و به سرزمین های جدید مسکن گزین شدند. پاکستان و ایران به دلیل همسایگی و همچنان مشترکات دینی، زبانی و فرهنگی با مردم افغانستان، تعداد زیاد از مهاجران افغانستانی را در خود جای دادند. در سال 2005 دولت پاکستان با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سرشماری مهاجران افغانستانی را انجام داد و در این تحقیق مشخص شد که حدود 3 میلیون مهاجر افغانستانی در پاکستان زندگی میکنند. این گزارش در حال نشر شد که از سال 2002 الی 2005 حدود 2 میلیون مهاجر از پاکستان به کشور بازگشته بودند. همین طور ارقام نشان میدهد که در سال 2005 حدود 1 میلیون مهاجر افغانستانی با سند و 50,000 مهاجر بدون سند در ایران زندگی میکردند. مرور بر وضعیت مهاجرت در افغانستان در 2 دهه اخیر. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در اواخر سال 2001 جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی وارد افغانستان شدند. این نیروها در مدت کوتاه توانستند گروه طالبان را سرنگون و یک دولت موقت را ایجاد کنند. همزمان نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده پول هنگفته را جهت بازسازی افغانستان اختصاص دادند. طبق گزارش ها حدود 73 میلیارد دلار تحت چتر کمک های رسمی توسعه ای از سال 2002 الی 2018 به بدنه اقتصاد افغانستان تزریق شد. 3. با بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی، بخش قابل ملاحظه مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه به وطن بازگشتند. دولت افغانستان با کشورهای ایران و پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چندین تفاهم‌نامه چند جانبه را جهت عودت مهاجران افغانستانی امضا کردند. طبق این برنامه بیش از 3.8 میلیون تن در طی سالهای 2002 الی 2006 به وطن بازگشت کردند. 4 طوره که در شکل یک نیز دیده می شود، آمار مهاجران افغانستانی از 4 میلیون در سال 2001 به 2 میلیون در سال 2006 کاهش پیدا کرده است. با مرور زمان وضعیت اقتصادی و امنیتی در کشور وخیم‌تر شد و مردم جهت پیدا کردن مکان امن و فرصت‌های مناسب اقتصادی راه مهاجرت را انتخاب کردند. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.